أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. در ابتدا تشکر میکنم از مردم عزیزمون که با خلق حماسی سیاسی به جامعه مون نشاط دادن. من فکر میکنم که بحث اعتدال از مجلس نهم شروع شد و یک سال گذشته نشون داد که مجلس نهم مجلسی است با اعتدال و مشی این مجلس مشی اعتدالی است و همواره دیدیم که ریاست محترم مجلس هم بر همین مش رفتن جلو و شاهد بودیم در یک سال گذشته که این مجلس جلوی افراطی ها رو گرفته و طبیعیه که افراطیون موافق اعتدال نباشن و بحث هاشون همش بر مبنای افراط باشه. انتظار داشتیم برنامه‌ای رو که جناب آقای دکتر روحانی ارائه دادند مخالفین نقد می‌کردند، بحث می‌کردند که آیا این برنامه می‌تونه میلیون‌ها بیکار ایرانی رو شغل براش ایجاد کنه یا نه. اونهایی که با آقای دکتر روحانی رأی دادند امیدوارانه بهش رأی دادند و احساس می‌کنن که آقای دکتر روحانی می‌تونه شغل براشون ایجاد بکنه. اونهایی که رأی دادن با آقای دکتر روحانی کسانی بودن که از وضعیت بد اقتصادی و معیشت بسیار بدی که داشتن در رنج و عذاب بودن، لذا با آقای دکتر روحانی رأی دادن. مخالفین علی القاعده باید میومدن اینجا بحث میکردن که آیا برنامه آقای دکتر روحانی میتواند این بدی معیشتی را که خود اونها رقم زدن اصلاح بکنه یا نه. امروز میلیون ها ایرانی داره مجلس رو تماشا میکنه و صدای ما رو میشنوه و اونها که قضاوت خواهند کرد که کدوم یک از ما نمایندگان صدای ملت رو داریم منعکس میکنیم. نمایندگانی که دارن روی برنامه بحث میکنن، نقد میکنن، به انصاف رو در برنامه رعایت میکنن، یا کسانی که خودشون و حزبشون و گروهشون و دستشون ما رو الان به وضعیتی انداخته که علی القاعده بیانش در این وقت نمی گنجه. امروز میلیون ها پدر مادر جوان هایی که اون فرزندانشون بیکار هست تو جامعه دارن صدای ما رو میشنون تا ببینن ما چگونه میخواییم با آقای دکتر روحانی کمک بکنیم تا شغل ایجاد بشه. میلیون ها کارمند و کارگری که زیر خط فقر هستن اونها دارن گوش میدن تا ببینن به فردی که اونها رأی دادن چگونه این مجلس بهش کمک میکنه تا بتونه از این وضعیت اونا رو خارج بکنه. میلیون ها ایرانی که از فساد اداری، رشوه، پارتی بازی خسته شدن و به همین لحاظ به آقای دکتر روحانی رأی دادن، الان دارن تماشا میکنن تا ببینن ما چگونه میخوایم آقای دکتر روحانی رو کمک بکنیم. میلیون ها ایرانی که مسکن ندارن اونها دارن گوش میکنن و میشنون و میبینن که آیا این برنامه های آقای دکتر روحانی موجب میشه که مقداری از اون معضلات مرتفع بشه یا نه. صدها هزار ایرانی که بیمار هستن و از بیمارستان ها وضعیت درمانی دارن رنج میبرن، اونها الان دارن تماشا میکنن این برنامه رو و اونها رأی دادن به آقای روحانی تا وضعیت بهداشتشون درست بشه. جوانهای زیادی که میخوان ورزش کنن در ورزشگاه ها، ورزشگاه ندارن، مکان تفریحی ندارن، اونها دارن تماشا میکنن تا ببینن دولتی را که بهش رأی دادن آیا میتونه این برنامه ها رو عملیش بکنه یا نه. مسلم اینه که بعد از انتخاب آقای روحانی جامعه ما نشاط پیدا کرد. هزاران تحصیل کرده دانشگاهی امیدوار شد که
با استعدادی که اونها دارن، هوش و قابلیت هایی که دارن، پارتی بازی کنار بره، شایسته سالاری بیاد روی کار، همون چیزی که آقای روحانی قولش رو داده در این برنامه، تا افرادی که رابطه دارن، پارتی دارن، حزب دارن، اونها در سر مشاغل قرار نگیرن، تا شایسته سالاری مبنا باشه. از 75 میلیون ایرانی 5000 نفر هم اصولگرا و اصلاح طلب نیستن. اصلا مردم تو این واژه‌های سیاسی و سیاسی بازی نیستن، کار به سیاسی کاری ندارن. اتفاقا این 5000 نفر هر مشکل و مصیبتی بوده سر این 75 میلیون آورده. مردم از آقای روحانی میخوان که آقای روحانی دینشون رو حفظ بکنه، فرهنگشون رو حفظ بکنه، غرورشون رو حفظ بکنه، عزتشون رو حفظ بکنه. مردم شغل میخوان، رفاه میخوان، نشاط میخوان، امنیت میخوان. امروز رهبر عزیزمون و مردم شریفمون دارن گوش میدن و میشنون و میبینن و انتظار دارن که این مجلس به دولت آقای روحانی با یک رأی قاطع، با یک رأی بالا موجب بشه که بتونه در صحنه‌های داخلی و بین المللی سکان این کشتی رو داشته باشه و عبور بده از سنگناها. امروز همه دارن میبینن که آیا ما با همدلی، وحدت، همسویی و یک رنگی و صفا قرار این کابینه رو بهش رأی بدیم یا نه قصد داریم وارد ادبیاتی بشیم، گفتگوی واژه‌هایی که از همین الان وارد کشواکش‌های سیاسی بشیم. من متاسفم که بعضی از برادران و دوستان با بیان واژه‌ها و ادبیاتی امروز صحن مجلس رو به یک وضعیت خوبی قرار ندادن. و انشاءالله ما با رأی قاطع، با رأی بالا خواهیم داد رأی به آقای دکتر روحانی و کابینش و نشون خواهیم داد که این برنامه یک برنامه درستی است. من با اکثر وزرا چه در مجمع، چه در کمیسیون، چه در فراکسیون ها جلسه داشتیم، برنامه هاشون رو دیدم، برنامه های کلی آقای دکتر روحانی. اگر از بعد تخصصی کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی که بنده عضو اون هستم خواسته باشم بیان بکنم، اولا وزرایی را که تعیین کردن برخلاف گفته یکی از دوستانمون که فرمودن وزیر اطلاعات اطلاعاتی نیست، من سالها با ایشون کار کردم، ایشون مجتهدی است، تیزهوش، با فراست، اتفاقا کارهای بسیار مشابه و نزدیک به کار اطلاعاتی انجام دادن، هم در عقید سیاسی هم در بازرسی. ایشون عضو مجلس خبرگان هستند، برنامه هاشون یک برنامه های فوق‌العاده است، ایشون امنیت رو به جامعه خواهند بخشید. جناب آقای دکتر دهقان وزیر پیشنهادی دفاع، آقای منصوری بهترین وزرای پیشنهادی هستند، الحمدلله هیچ مخالفی هم نداشت، برنامه هاش هم بسیار برنامه های جامعه. آقای ظریف رو به عنوان یک فردی که بسیار هوشمندانه در مذاکرات وارد میشه، یکی از بزرگترین افراد در سیاست خارجی میشناسن، ایشون برنامه هاش هم برنامه های بسیار خوب و جامعه است. آقای رحمانی فضلی که بارها از این مجلس رأی گرفته، وزیری است منعطف و من فکر میکنم که با رأی بالایی هم رأی خواهد آورد و علل قاعده هر چقدر ما بتونیم رأیمون بالاتر باشه، 250 260 اینها در صحنه های بین المللی بهتر میتونن وارد بشن. خیلی خلاصه، چون برای عزیزمون جناب آقای دکتر دستقیب هم مقداری از وقت رو خدمتشون تقدیم کردم تا ایشون هم دیدگاهاشون رو بیان بکنه، قصد داشتم به گوشه ای از برنامه های آقای دکتر روحانی در بعد سیاست خارجی و در بعد دفاع و امنیت و در بعد حوزه سیاست داخلی بپردازم، منتها چون وقت نیست اجازه میخوام که بقیه صحبت ها رو برادر عزیزم جناب آقای دکتر دستقی بفرمان. استدای من از مجلس اعتدالی و معتدل این هست که رأی قاطع ما به دولت آقای دکتر روحانی موجب این بشه که ایشون مقتدرانه در صحنه های بین المللی
گام بگذاره و پیش ببره و مشکلاتی که جامعه ما داره اونها رو برطرف بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.